خوشحالم از اینکه لطف کردید تشریف آوردید و من از حضورتون اجازه میخوام که گرچه شبی است که با بسیار خوبی و خوشی به نوعی برپا شد و دوستان اینچنین شاد و خوشحال هستن، یک کمی هم بحث جدی رو داشته باشیم، ولی اجازه میخوام اگر موافق باشید بنده یه بحث مختصری، یه اشاره بسیار کلی و عمومی رو به موضوع آزادی داشته باشم. و همونطور که بهتر از بنده میدونید، هر بحث کلی و عمومی احتمالاً در خور انتقاد و اعتراض هست و حتما هم از وسعت و عمق و دقتی که باید برخوردار باشه نخواهد بود، ولی به هر حال در فرصت بنده یه اشاره به موضوع آزادی خواهم کرد. شما بهتر از من میدونید که آزادی بدون تردید یکی از ارزش‌هایی است که در طول تاریخ همه جا وجود داشته و معمولاً از چهار ارزش عدالت و انصاف، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت و بالاخره رهایی و آزادی صحبت می‌کنند. طی یکی دو قرن اخیر ارزش دیگری که به نظر میرسه در حد اونها نیست ولی به اون حد شاید رسیده باشه یا برسه، حرمت مطرح شده و در ارتباطات انسانی مسئله مشورت هم در زندگی من و شما وارد شده. تا اونجایی که گفته شده در خانه محبت، حرمت و مشورت اساس یک خانه سالم است، همونطور که عدالت و انصاف، آزادی و واقعیت و حقیقت در محیط اجتماعی میتونه تضمین کننده و تأمین کننده روابط درست اجتماعی باشه. به همین جهت است که موضوع آزادی یکی از جنبه‌های مهم ارزش و یا از نظر کلی اصول اخلاقی است. اما در حالی که پدیده‌ای است که مرتبط به اصول اخلاقی و ارزش هست، همان گونه که میدونیم به جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی هم مرتبط هست. به این معنا که آزادی از یک طرف با جنبه آرمان‌خواهی انسان در ارتباط هست، به عنوان یک پدیده‌ای که به واقعیت و حقیقت و موقعیت مرتبطه اتصال داره، از طرف دیگه به مسئله انگیزه، هدف و رفتار انسانی مرتبط هست و بدون تردید جنبه‌های فلسفی و ویژگی‌های خاص خودش رو داره و در نتیجه صحبت درباره آزادی معمولاً صحبت درباره یک مفهوم و مسئله بسیار مهم و پیچیده خواهد بود. به همین جهت است که شاید یکی از پیچیده‌ترین، مشکل‌ترین، دقیق‌ترین موضوع‌ها و مسائلی که من و شما درباره‌اش می‌تونیم صحبت کنیم موضوع آزادی است و به همین دلیل هست که در هر سیستم آگاهی انسان، یعنی هم در بحث آگاهی علمی، هم فلسفی و هم مذهبی، جایگاه و پایگاهی بسیار برجسته و مهم داره. بنابراین موضوع آزادی در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف همه نقشی اصولی و اساسی داره. اما اشکال کار موضوع آزادی به عنوان یک ارزش این هست که غالب اوقات با برخی از زمینه‌های دیگر ارزشی و یا با خود خودش میتونه در تضاد و تعارض باشه. بنابراین به این معنا که برخی از اوقات آزادی شما در یک زمینه میتونه برهم زننده آزادی شما در زمینه‌های دیگه باشه و به بیان دیگه مخصوصا در چارچوب تعلیم و تربیت که بعداً بهش اشاره خواهم کرد، من و شما میتونیم در این زمینه گرفتاری‌ها و مشکلاتی رو به صورت‌های متفاوت و مختلف داشته باشیم. از طرف دیگه ارزش آزادی میتونه با ارزش‌های دیگه در تضاد و تعارض قرار بگیره. فرض بفرمایید روزی که شما به شهروندان آزادی دادید یا درست‌تر به نوع بد شهروندان، جنایتکاران آزادی دادید و در اختیار اونها اسلحه گذاشتید، این افراد میتونن آزادی شهروندان عادی و معمولی رو همان گونه که در شهرهای بزرگ دیده میشه به نوعی برهم بزنن و یا اون زمان که شما احتمالاً مایل بودید آزادی بیشتری بدید، غالباً مسئله امنیت یا موضوع امنیت رو به خطر انداختید، تا اونجا که بر اساس بسیاری از مطالعات آزادی بیشتر با خودش امنیت رو به مخاطره میاندازه و البته دلیل این مسئله این هست که در مسیر رشد و تکامل انسانی آزادی این احتمال رو به وجود میاره که با امنیت در تضاد باشه. اما اون زمانی که انسان به مرحله بلوغ و کمال خودش برسه، احتمالاً دیگه آزادی در تضاد و تعارض با مفهوم امنیت نخواهد بود.
به هر حال آنچه که اهمیت داره این است که خیلی از اوقات حتی ارزش آزادی میتونه در تضاد و تعارض با بقیه ارزش‌ها قرار بگیره، با عدالت یا با حقیقت و یا با محبت. و به همین جهت است که برخی از اوقات شما اگر بخواید از آزادی خودتون استفاده کنید، ای بسا باید راهی رو که دیگران به عنوان راه محبت و دوستی میشناسند طی نکنید و آزاد بودن شما با محبت و یا توجه به محبت با آزادی در تضاد و تعارض قرار بگیره. به این دلیل هست که موضوع آزادی که در ظاهر و در سطح و رویه به نظر شاید راحت و آسوده به نظر برسه، احتمالاً در پیچ و تاب کمی بحث ها میتونه با مسائل و مشکلاتی روبرو بشه. نکته ای که اهمیت داره و دلم میخواد بهش توجهتون رو جلب کنم این است که در طول تاریخ معمولاً من و شما صحبتی درباره انواع آزادی داشتیم. از یک طرف من و شما با آزادی فلسفی، آزادی جهانبینی، آزادی که به بینش و نگرش من و شما مرتبط صحبت کردن، برخی از اوقات آزادی با مفهوم مذهبی خودش، مفهوم الهی خودش و روحانی خودش همراه بوده. خیلی از اوقات سخن درباره آزادی اجتماعی است که به مسئله اقتصاد و مسئله سیاست و مسئله حقوق مرتبط هست. زمانی موضوع جنبه فردی و به هر حال شخصی پیدا میکنه و بنابراین موضوع آزادی رو میشه در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف و متفاوت بهش توجهی داشت و درباره صحبت کرد. معلوم هست که احتمالاً انتظار بسیاری از دوستان و سروران گرامی من این هست که بنده یه تعریفی از آزادی داشته باشم، ولی ترجیح بنده این است که بگم مفهوم آزادی به دلیل ویژگی‌های خاص خودش احتمالاً به جای اینکه بشه ازش تعریفی کرد میشه درباره شرح و توضیحی داد، زیرا بر اساس یک نگاه علمی منطقی تعریف باید به نوعی جامع و مانع باشه. و اصولا وقتی که شما با مفاهیم کلی و یا پدیده‌هایی که کمی جنبه تجرید و انتزاع دارن روبرو هستید احتمالا از عهده تعریفی بر نمیاد. اما به زبان ساده و عادی میشه گفت که آزادی یعنی آنچه بخواهم بتوانم و بکنم و آنچه که نخواهم نتوانم و نکنم و نشود. یعنی در بیان ساده خودش میتونه چنین باشه، یا میشه گفت آزادی خواستنی است که اتفاق آن حادثه ممکن باشه، یا به بیان دیگه شاید بشه گفت که اون زمانی من آزاد هستم که آنچه را که میخواهم میتوانم داشته باشم یا به آنچه که میخواهم میتوانم برسم، یا به بیانی دیگر شاید برخی از اوقات بتوان گفت خواستنش موجب توانستنش بشود. بنابراین مفهوم آزادی در سطح و رویه میتونه اینچنین باشه، اما اگر انتظار تعریف دقیق تری رو داشته باشید شاید بتوان گفت آزادی امکان، حق و اجازه رسیدن به هدفی از طریق راهی مشخص است که درست، خوب و مناسب هست و هیچ مانع خارجی یا مقاومت و مخالفت خارجی رو با خودش نداره و علاوه بر این جنبه نبودن مخالفت و مقاومت خود فرد رو آزادتر میکنه و دیگران رو گرفتارتر نخواهد کرد. بنابراین اگر بخوایم شرح بیشتری در این باره داده باشیم باید احتمالاً به این نکته توجه داشته باشیم که روزی که من و شما صحبت از آزادی می‌کنیم هدف ما این هست که یا نظر ما این است که ما باید به هدفی برسیم که می‌خواهیم، ولی شرط آزاد بودن این است که این هدف درست، خوب و مناسب باشد. مقاومت و مخالفتی نباشد، یا اگر مخالفت و مقاومتی هست من و شما امکان گذشتن یا گذراندن اون رو داشته باشیم و در این حال این آزادی من رو آزادتر بکنه نه گرفتارتر، و به حریم حقوق دیگران نیز تجاوز نکنه و دیگران رو گرفتار زندانی نکنه. به همین جهت است که مفهوم آزادی در بسیاری از موارد جنبه‌ها و جلوه‌های مختلفی رو داره که من و شما باید بهش توجه کنیم. اما در تمام این موارد وقتی که صحبت از این است که من کاری رو که میخوام بتونم انجام بدم یا چیزی رو که میخوام داشته باشم، بدون تردید مطلبی که اهمیت داره بهش توجه کنیم این است که در مفهوم آزادی همیشه مسئله توانایی مطرحه. یعنی هر زمان که بحث آزادی مطرحه بحث توانایی به نوعی مطرح خواهد بود.
اما من و شما بهتر میدونیم که توانایی آن زمان که مبتنی بر دانایی هست میتونه معنا پیدا کنه. یعنی اگر توانایی بدون دانایی باشه در حقیقت مانند اتومبیلی است که فرمان و یا ترمزش بریده و یا فردی که نابیناست پشت فرمان نشسته و اون رو حرکت میده. به بیان دیگه اصل اساسی در مفهوم آزادی این هست که ماجرای توانایی به ماجرای دانایی مرتبط باشه و به همین دلیل هست که اگر من و شما دانا نباشیم که از طریق این دانایی به توانایی برسیم، این خطر وجود داره که هدفی رو که انتخاب میکنیم بد و غلط باشه، هدفی رو که انتخاب میکنیم مشکل و یا غیر ممکن باشه، هدفی که من و شما انتخاب میکنیم فرصتها و هدفهای دیگر ما رو برهم بریزه، هدفی که من و شما انتخاب میکنیم دیگران و خود ما رو بعدن دچار گرفتاری و مسئله کنه، و به بیان دیگه هدف انتخاب شده به دلیل نبودن دانایی و آگاهی من و شما رو نه تنها آزادتر میکنه بلکه سخت میتونه گرفتارتر و درمانده تر کنه. و بنابراین مسئله آزادی به مسئله توانایی و موضوع توانایی به موضوع آگاهی مرتبط خواهد شد. به همین جهت هست که اگر توجه به این مسئله آگاهی و توانایی داشته باشیم، من و شما وارد یه بحث و گفتگوی دیگری میتونیم بشیم که اجازه میخوام بهش اشاره بکنم. من اجازه میخوام این رو اگر موافق باشید، چون برخی از دوستان هم نشون میدن، خواهش کنم که اگر ممکنه به ما یه مقدار هوا بدن، چون به نظر میرسه که اگرم خیلی سرد نباشه یا گرم نباشه احتمالاً سیرکولیشن هوای ذره مسئله است. ممنون میشم دوستان لطفی در این باره بکنن و امیدوارم که مورد قبول قرار بگیره. اگر من و شما مفهوم آزادی رو در مفهوم دانایی نبینیم، این خطر وجود داره که مفهوم توانایی بدون آزادی بسیاری از اوقات برابر هست با مفهوم آزادی منفی به اعتبار برخی از متخصصین، و یا آزادی از یا freedom from. به بیان دیگه من فقط آزاد میشم و این شاید معادل لغت liberty باشه که به معنی رهایی در مقام مقایسه با مفهوم آزادی است که جناب دکتر مهراز هم بهش اشاره کردن. بنابراین من و شما میتونیم به این نکته توجه داشته باشیم که بحث درباره آزادی در مفهومی که توانایی و دانایی درش به حساب نمیاد میتونه تبدیل بشه به آزادی از یا آزادی from. و حالا اینکه این آزادی میتونه در، یعنی freedom to or freedom in، و یا مرحله برتر freedom for یا آزادی برای باشه. به بیان دیگه به نظر میرسه که آزادی که در ابتدا مفهوم ساده یک دست و یک نواختی است، به آزادی از و آزادی در و آزادی برای تبدیل میشه. و به همجاست که برخی از اوقات وقتی که افراد جنایتکار رو از زندان آزاد میکنن، این افراد آزاد شده متاسفانه خودشون رو و دیگران رو گرفتارتر میکنن، زیرا آزاد شدن از، ولی به دلیل نبودن آزادی در و آزادی برای گرفتار میشن. البته این بهانه‌ای به وجود نمیاره که آزادی از رو که اصل و اساس هست من و شما نادیده بگیریم، ولی به هر حال توجه به این نکته ضرورت داره که بدون آزادی از، گرچه آزادی در و آزادی برای معنی پیدا نمی‌کنه، اما آزادی از به تنهایی کافی نیست. و به همین جهت که سابقه بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع این است که مردمی که آزاد شدند از، متاسفانه به زندانی به مراتب بدتر از زندان قبلی رفتند، و بسیاری از مردم در زندگی خصوصی خود هم به حساب خود خودشون رو از قید و بندهای آزاد میکنن، اما متاسفانه گرفتار قید و بندهای بیشتر و بدتری میشن. به همین جهت است که مفهوم آزادی میتونه با خودش مسائل ویژه و خاصی رو به وجود بیاره. اما برای شاید نزدیک شدن به مسئله‌ای که امیدوارم سروران عزیز و خوب من بعداً به جنبه‌های مختلفش کردن توجه کرد خواهند کرد عنایت کنن و بنده هم فرصتی برای گفتگو دارم برسیم، از شما اجازه میخوام که کمی با هم بتونیم این مسئله رو بشکافیم و بهش نزدیک بشیم، و اون زمانی است که من و شما درباره آزادی صحبت کنیم که بنده بهش اشارتی نکردم، و اون آزادی طبیعی است. زیرا به نظر میرسه که با فهم آزادی طبیعی احتمالاً من و شما فرصت این رو پیدا میکنیم که موضوع آزادی رو بتونیم راحت‌تر با هم درباره صحبت کنیم. وقتی که من و شما میگیم آزادی طبیعی، معناش این هست که آنچرا که بخواهیم بتوانیم
و آنچرا که نخواهیم نکنیم و یا نشود. یا به بیان ساده تر، اون زمانی که من و شما صحبت از آزادی میکنیم و یا آزادی گیاهان یا نبات و یا آزادی حیوانات و یا آزادی که من و شما در جهان طبیعت میبینیم، اگر کمی بهش دقت کنیم متوجه خواهیم شد که موضوع که به نظر بسیار ساده میاد، حیوان آزاده، پرندگان آزادن، گیاهان آزادن و یا برخی از اوقات صحبت از آزادی انسان یا بقیه موجودات میشه، مطلب یه مقدار دقیق‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تر از اون چیزی است که در سطح و رویه به نظر میرسه. به بیان دیگه، وقتی که من و شما صحبت از آزادی طبیعی میکنیم، مقصود ما این هست که آنچه که در جهان وجود داره به گونه‌ای که مایل هست حرکت کنه. مثالی عرض میکنم، وقتی که من و شما درباره افتادن یک برگ از درختی صحبت میکنیم و حرف ما این است که این برگ رقصان یا لرزان به روی زمین میفته و این برگ در افتادن آزاده، این برگ آزاده، مقصود شما از این که این برگ آزاده و تابع اون قاعده و اصلی است که به عنوان سقوط اجسام بر روی کره زمین میشناسیم چه هست؟ معناش این نیست که هیچ قانونی بر اون حکومت نمی کنه، دقیقاً و درست برعکس. نشون میده که افتادن این برگ تابع دو تا قاعده اصلی است. یکی قوانین کلی سقوط یا آنچه که به عنوان قانون جاذبه یا همه قوانین فیزیک و مکانیک دیگری که میشناسیم هست. یعنی این برگ بر اساس یک چنین قوانین و اصولی بر روی زمین میفته. دوم، بر اساس آنچه که محتوا و ویژگی‌های خاص خود این برگ است. به بیان دیگه، اگر برگ سنگین‌تری باشه تندتر می‌افته. اگر احتمالاً برگ بسیار سبکی باشه ممکنه باد اون رو ببره. اگر احتمالاً شما تیری زدید، پرنده‌ای رو کشتید و شاخه درختی رو شکستید و برگی هم جدا شده، ابتدا پرنده به زمین می‌افته، سپس شاخه و بعداً برگ. به بیان دیگه، آنچه که اتفاق میفته بر اساس قواعد و قوانین مشخصی صورت میگیره. راحت کنم شما رو، در جهان طبیعت هیچ شیئی در هیچ زمانی حتی برای یک آن آزاد نیست. با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در بحث فیزیک یا مکانیک ذره آشنا هستم، ولی اون گفتگوی دیگری است که شاید در جای دیگه بهش اشاره کنم. اما اون چیزی که مایل هستم خدمتتون عرض کنم این هست که تمام عناصر جهان در هر لحظه و آن بر اساس قانون درونی خودشون و یا قوانین کلی حرکت میکنن. یعنی هیچ اتفاقی در جهان نمیفته که مرتبط از یک طرف به ویژگی ها، خصائص، خواص و شرایط اون پدیده و موضوع و یا موجود نباشه و از جانب دیگه مرتبط به قواعد و قوانین کلی. به همین جهت است که این توان رو من و شما پیدا کردیم که بر اساس آشنایی از این قواعد و قوانین جهان رو به مقدار زیادی دگرگون کنیم. در نتیجه همه چیز در جهان بر اساس قانون ثابت واحد مشخصی حرکت میکنه. یعنی من و شما به نوعی کاملا مشخص اون رو میتونیم ببینیم، که البته بعداً سوء تفاهم مربوط به اون در قانون علیت رو عرض خواهم کرد. نتیجه آنچه که به عنوان آزادی طبیعت طبیعی شناخته میشه، معناش این هست که هر شیئی از یک طرف بر اساس طبیعت و ماهیتش و از جانب دیگه بر اساس قوانین حاکم بر جهان حرکت میکنه. بنابراین اگر ذره‌ای، غباری در این هوا در حال حرکت هست، بر اساس حال خودش و بر اساس قوانین کلی حرکت میکنه. نتیجتاً من و شما در جهان طبیعت اون زمانی که راجع به آزادی طبیعی صحبت میکنیم، مقصود اون این هست که همه چیز در سر جای خودش فقط کاری رو میکنه که از درون طبیعت او رو برش آماده کرده و به او فرمان داده و از بیرون بر اساس قوانین حرکت میکنه. نتیجتاً مفهوم آزادی به مفهوم رعایت کامل مطلق قوانین طبیعی است. اجازه بدید که این مسئله رو به انسان مرتبط کنیم. فرض بفرمایید گیاه تنفس میکنه، نفس میکشه. این نفس کشیدن رو باید انجام بده. اگر شما مانع نفس کشیدنش بشید، او رو از پا در میارید. حیوان نفس میکشه و اگر شما مانع نفس کشیدنش بشید، او رو خواهید کشت. و انسان هم نفس میکشه. اما من و شما اون زمان که نفس میکشیم، باور اون این هست که آزادانه نفس میکشیم.
و اگر احتمالاً یه روزی یه کسی راه تنفس ما رو ببنده، حرف من و شما این خواهد بود که جلو آزادی تنفس من رو گرفتند. این آزادی تنفس تا اونجاست که هیچ کدوم از ما نمیتونیم نفس نکشیم و هیچ انسانی هنوز پیدا نشده که اراده کنه و تصمیم بگیره که میخوام نفس نکشم، زیرا در یک آن کنترل رو از دست میده و نفس خواهد کشید. به همین جهت است که اگر کسی بخواهد از طریق نفس نکشیدن خودش رو بکشه، باید خودش رو در شرایط و وضعیت قرار بده که نتونه نفس کشیدن رو داشته باشه. به همین جهت که خودش رو آویزون میکنه و در اون زمان توان اون رو نداره، بدنش اون قدرت رو نداره که تناب رو از گردن خودش دور کنه. به همین جهت است که من و شما نفس کشیدن رو آزادانه میدونیم و اون زمانی میگیم آزادی تنفس رو از ما گرفتن که به طریقی مانع این نفس کشیدن بشیم. به حال اینکه آیا واقعا من و شما آزادیم در نفس کشیدن؟ به یک اعتبار بله، برای اینکه طبیعت ماست، اما به اعتبار دیگه ما مجبور به نفس کشیدنیم و هیچ راه و کار دیگری هم جز نفس کشیدن نداریم. یعنی هیچ موجود انسانی نمیتونه نفس نکشه، ولی با وجودی که نمیتونیم نفس نکشیم، خودمون رو آزاد در نفس کشیدن میدونیم، زیرا این قانون و قاعده از درون ماست و در مسیر زنده بودن ماست. بنابراین در این گونه زمینه ها انسان هم درست مانند حیوانات کاری رو میکنه که طبیعت او رو به این کار وادار کرده. مثال دیگری عرض میکنم، شما هرگز نمیتونید مانع تغییر یا رشد خودتون بشید. به همین جهت که هیچ بچه 4 ساله هیچ وقت مساوی 3 سالگی خودش نخواهد بود. یعنی قاعده و یا اصل تغییر غیر قابل توقف هست، برای که قاعده اصلی خلقته. حتی مفهوم حرکت و زمان از اون به وجود میاد. پس بنابراین من و شما با وجود آن که مجبوریم، در این گونه زمینه ها خودمون رو آزاد میدونیم. چرا؟ برای اینکه قانونی که حاکم هست قانون درست خوب مناسبی است که بر اساس اون زندگی ما، سلامت ما، شادی و لذت ما تأمین خواهد شد. اما وقتی که مسئله آزادی طبیعی رو به خود انسان و در مفهوم کلیش بریم، با یه مشکل روبرو میشیم. انسان برخلاف بقیه موجودات که غیر از آنچه که طبیعت برای اونها خواسته نمیخوان، انسان یه موجودی است که آنچه را که طبیعت برش خواسته رو میخواد، اما برخی از اوقات میتونه در اون تغییری به وجود بیاره. علت هم شاید در این هست که در جهان طبیعت، مخصوصا در عالم حیوان، غریزه یا اینستینکت حیوان رو به عنوان یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متوجه هدف متناوب خادم نو وادار به انجام کاری میکنه و حیوان نه میدونه، نه میخواد، نه میتونه که کاری غیر از اون بکنه که طبیعت از او خواسته. اما انسان هم میدونه که میتونه کار دیگری بکنه، هم میخواد کار دیگری بکنه، هم میتواند کار دیگری بکنه و بنابراین میتونه دست به کار دیگری بزنه. بنابراین انسان برخلاف بقیه موجودات در جهان که بعداً عرض خواهم کرد چرا، موجودی است که میتونه در مقابل قوانین طبیعت بیسته. البته نه اینکه قانون طبیعت رو نادیده بگیره، از یک قانون طبیعت بر علیه قانون دیگر طبیعت استفاده کنه و بنابراین هر پدیده‌ای رو که در جهان هست در صورتی که راهش رو پیدا کنه دگرگون کنه. مثال عرض میکنم، در میان حیوانات رابطه جنسی پدیده است مبتنی بر قانون طبیعت. حیوان در زمان معینی به صورت مشخصی به نوع خاصی این تمایل رو که بر اساس مطالعات در بیشتر اونها حتی دردآور و رنجآور هست رو انتخاب میکنه و رابطه جنسی رو برقرار میکنه و بعد از ارضاء میل جنسی یا هر نوع مسئله‌ای که مرتبطه به اون هست، تکلیفش مشخص است و کارش تمام. اما انسان موجودی است که از یک طرف میتونه حتی خودش رو وادار کنه به رابطه جنسی که براش آمادگی نداره، یا میتونه سالهای سال رابطه جنسی رو که میخواد و باید و میتونه داشته باشه رو نداشته باشه. از جانب دیگه در این کار دست به تفنن میزنه، دست به تنوع میزنه، آهسته آهسته اسراف میکنه، آهسته آهسته در اون اخلال میکنه، اختلال میکنه، حتی تا مرز بیماری میره و اون رو دگرگون میکنه. بنابراین یه پدیده عادی که در جهان حیوان به صورت خاص خودش حرکت میکنه، در انسان میتونه تبدیل به مسئله دیگه بشه. بنابراین انسان موجودی است که برخلاف همه موجودات توان اینو داره که قانون طبیعت رو بشکنه و اون رو برهم بریزه. نتیجتاً 2 راه بیشتر براش باقی نمیمونه، یا اینکه به دنبال قانونی باشه
که متناسب با جنبه‌های مختلف آرزوها و خواسته‌های خودش و دیگرانه، یعنی منطبق است با سلامت روانی و خوشبختی، یا اینکه احتمالاً میتونه خودش رو درگیر قواعد دیگری کنه. تمنا می‌کنم به این نکته توجه کنید که هرگز هرگز نه هیچ شیئی و نه هیچ موجودی میتونه خارج از قانون باشه. مسئله اصلی و اساسی انتخاب اون قانونه. یعنی همه موجودات همیشه بر اساس قانونی حرکت میکنن. اینکه شما سوار هواپیما میشید، حالا قواعد خاصی که در هواپیما هست حاکم بر شماست. اون زمانی که برای شنا وارد استخری میشید، قوانین دیگری حاکمه. اون زمانی که شما راه میرید، قاعده دیگری است، و اون زمانی که میخوابید، قاعده دیگری. یعنی هیچ وقت هیچ شیئی از جمله انسان خارج از قانون نیست. اما من و شمایی که میتونیم قانون طبیعت رو بشکنیم، پرسش این هست که چگونه میخوایم برای خودمون عملی رو انجام بدیم و این عمل منطبق با چیست. نتیجتاً مسئله‌ای که در اینجا مطرح هست این است که من و شما به عنوان یک انسان مجبور هستیم قانون دیگری رو پیدا کنیم. در اینجا ممکنه شما این حرف رو بزنید که بگذارید هر کار دلش میخواد بکنه. بعداً به این نکته خواهم رسید وقتی بحث آزادی روانی هست، که مسئله آنچه که من و شما به عنوان من اینجا هست کار کنم. به هر حال ممنونتونم. شما انسانی رو آزاد بگذارید، فرض بفرمایید یه فردی رو آزاد بگذارید که این فرد بتونه از مواد مخدر استفاده کنه. شما با این آزادی چه کردید؟ او با انتخاب یا آزادی که داره، با آزادی که در این زمینه پیدا کرده، به مواد مخدر بعد از مدتی معتاد میشه. اولین مشخصه‌ای که پیدا می‌کنه این که در بسیاری از زمینه‌ها که قبلاً آزاد بود، آزادی خودش از دست میده و بسیاری گرفتاری‌ها و مشکلات به وجود میاره. بنابراین من و شما با استفاده از یه آزادی میتونیم ای بسا صدها یا هزاران آزادی خودمون و دیگران رو از میان ببریم. حتی من و شما میتونیم از آزادیمون استفاده کنیم و دیگری رو بکشیم و نه تنها او رو با مرگ روبرو کنیم، خانواده و خاندان او رو و بسیاری از مردم رو یا اطرافیان رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنیم. بنابراین انسان رو نمیشه آزاد گذاشت که حرکت کنه. و تازه نکته مهم این هست که اون زمانی که میگید من آزادم، که بعداً بهش اشاره خواهم کرد، این من اصلا چه هست و که هست و از کجا اومده و چگونه حرکت میکنه. این ماجرای من ماجرای بسیار مهمی است که حداقل بر اساس مطالعات اخیر تکلیفش رو از نظر اینکه چه هست میدونیم و امیدوارم در روزی که بحث روانی اجتماعی و تربیتی هست بهش اشاره کنم. پس بنابراین من و شما نمیتونیم انسان رو آزاد بگذاریم، زیرا اگر آزاد بگذاریم میتونه به گونه‌ای حرکت و عمل کنه که خودشو نابود کنه. از جانب دیگه نمیتونیم محیط اجتماعی رو با آزادی همراه کنیم. علت چه این است که اگر ما افراد رو آزاد بذاریم چه خواهد شد؟ شما بگید که همه مردم آزادند. به زودی اتفاقی که خواهد افتاد این هست که مردمانی که قدرتی دارند یا میتونن با بازی و حقه بازی و سیاه بازی حرکت کنن، دیگران رو به نوعی گرفتار میکنن. یعنی اونها هستن که زندانی شدن دیگران رو موجب میشن. ظاهرا ما یه جامعه‌ای رو یا افرادی رو آزاد گذاشتیم، اما با این آزادی خودمون شرایطی رو فراهم کردیم که دیگران زندانی بشن. این همون ماجرای سخت و تلخی است که اشاره کردم. امروز با آزاد گذاشتن جنایتکاران در شهرهای بزرگ امریکا، من و شما رو به عنوان شهروندان خوب در خانه‌های خودمون شب‌ها زندانی کردن. حتی شما نمیتونید به داونتاون لس آنجلس شب یا نیمه شب به محل کارتون برید، زیرا خطر شما رو کاملا میتونه تهدید کنه. به بیان دیگه، من و شما اگر بیایم آزادی رو به فرد بدیم، امکان داره خودش رو از پا در بیاره. اگر این آزادی رو شما به جمع بدید، جمع میتونه خودش رو محکوم و مجبور به گرفتاری کنه. نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که مفهوم آزادی به نظر میرسه که انتخاب قانون درسته، انتخاب قید و بند درسته، انتخاب حتی زندان درست. یعنی آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، آزادی یعنی انتخاب زندان درست. من و شما به اینجا رسیدیم که هیچ ذره‌ای، هیچ موجودی هیچ زمان آزاد نیست. من و شما به اینجا رسیدیم که انسان تنها موجودی است که میتونه برخی از قوانین طبیعت رو بشکنه و یا برخی از قوانین عادی و معمولی رو، اما به مجردی که اونها رو شکست، خودش رو در معرض این خطر قرار میده که یا از این آزادی خودش و دیگران بهره بگیرند یا از این آزادی خودش و دیگران آسیب ببینند.
بنابراین احتمال وجود داره که من و شما خودمون رو گرفتیم. اما در تمام این موارد یک مسئله مشخص است که هرگز من و شما نمیتونیم از داشتن قانون خودمون رو خارج کنیم. یعنی هر عملی که شما انجام میدید به نوعی خودتون در چارچوب یه قوانین مشخص باید درست مانند اینکه لطف کردین اینجا تشوردید، یه قواعد و قوانین اینجا داره که انتظار هست دوستان اون رو رعایت کنن و هیچ کس خارج از اون نمیتونه و قرار نیست حرکت کنه، با وجودی که مفهوم آزادی در جای خودش هست. اگر دقیقاً بخوایم مسئله رو شاید بهش متوجه بشیم و بنده از این بتونم استفاده کنم، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. یعنی الان شما در شهر سندیگو یه قوانین و مقرراتی دارید و بیشتر شما باورتون این است که ما آزادی رانندگی یا رفت و آمد داریم. اما این که می‌فرمایید ما آزادی رفت و آمد داریم در شهر سندیگو معناش این نیست که هر کار دلتون خواست می‌کنید. به هیچ وجه. اولا اومدن به شما گفتن 95% این شهر رو شما اصلا نمی‌تونید نزدیکش بشید، چون خانه مردمه، محل کسب و کار مردمه یا محل زمین‌های کشاورزی است. ما اومدیم 2 یا 3 یا 1% آنچه رو که زمین هست رو گرفتیم به عنوان جاده گذاشتیم و بعداً هم آنچه رو که برای شما مقرر داشتیم، تازه تو همین جاده هم آزاد نیستین که هر جا دلتون میخواد بیستید یا حرکت کنید یا بچرخید. اینجا سرعتش 25 مایل و اونجا 60 مایل. اینجا میتونید پارک کنید، اونجا نمیتونید. اینجا گردش به چپ یا گردش به راستش ممنوعه. اینجا احتمالاً شما میتونید اینگونه یا آنگونه حرکت کنید. به بیان دیگه، شمایی که احساس میکنید از نظر رفت و آمد آزادید، معناش این نیست که بی قانون و بی قاعده حرکت میکنید. به بیان دیگه، آزادی بی قانونی نیست. آزادی انتخاب قانون درسته و به همین جهت است که اگر شما رو انتخاب کنن به عنوان رئیس راهنمایی و رانندگی این شهر، ای بسا حتی 1/100 این قوانین رو هم عوض نمیکنید. علتش این هست که این قوانین برای سلامت و سرعت رفت و آمد نه به خاطر این وضع شده که من و شما رو مقید کنن و نه بر مبنای آزادی به معنی بیقانونی است، بلکه دقیقاً به خاطر این است که من و شما بتونیم به بهترین صورت ممکن هم از رفت و آمد خودمون آنگونه که می‌خوایم بهره بگیریم و هم درش خطر کمتر باشه و سرعت رو داشته باشیم. بنابراین ملاحظه می‌کنید که امیدوارم این حرف رو حداقل پیام رو فرستاده باشم که وقتی صحبت از آزادی، صحبت از بیقانونی است. این رو در خصوص رادیو عرض می‌کردم که به هر حال درش اشکالی پیدا شد، که دوستان حرفشون این بود که آیا ما باید بچه‌ها رو آزاد بگذاریم یا نه. اصلا پرسش غلطه. هیچ پدر و مادری نمیتونه بچه رو آزاد بگذاره، مگر اینکه مقصود شما این باشه که من قانون و قاعده رو وضع نکنم، جامعه قاعده و قانون رو وضع نکنه، محیط آموزشی این کار رو نکنه، خود بچه این کار رو بکنه. و تازه خود بچه هم خودش آزاد نیست هر قاعده ای رو انتخاب کنه. او به دلیل آنچه که در درونش هست و آنچه که آموخته قاعده ها رو مشخص میکنه. به بیان دیگه، حتی وقتی که فارسی حرف میزنه، نه اینکه زبان فارسی رو آزادانه انتخاب کرده و حرف میزنه، بلکه به خاطر اینکه پدر و مادرش ایرانی بودن و در محیط ایران بوده، تنها زبانی که بلد فارسیه و بنابراین از زبان فارسی استفاده میکنه و حرف زده. درست است که در حرف زدن یا حرف نزدن آزاده، اما نمیتونه به زبان دیگری صحبت کنه و نمیتونسته این زبان رو یاد نگیره، برای که اون رو به نوعی به او دادن. بنابراین ملاحظه میکنید که وقتی که من و شما بحث آزادی میکنیم، در تحلیل نهایی آزادی میشه انتخاب قانون درست، آزاد یا مناسب یا خوب، آزادی میشه انتخاب قید و بند درست، آزادی میشه انتخاب زندان درست. یعنی اون زمانی که من و شما حاضریم خودمون رو مقید کنیم، محدود کنیم و به گونه حرکت کنیم و عمل کنیم. حالا بر مبنای این مسئله است که این پرسش مطرح میشه، حالا که آزادی به معنی انتخاب قانون درسته، واقعا مفهوم آزادی به معنای وسیع و کلیش چگونه میتونه قابل توضیح و توجیه باشه؟ اینجاست که میشه گفت محدود کردن آزادی یا تهدید آزادی تعمیم آزادی است، یعنی عمومیت دادنشه، تأمین آزادی است، تداوم آزادی است و حتی تضمین آزادی است. یعنی روزی که من آزادی رو محدود میکنم، او رو تأمین میکنم، او رو تعمیم میدم، اون رو تضمین میکنم، اون رو تداوم میبخشم. به بیان دیگه، آزادی به عنوان انتخاب قانون درست باید به نوعی معین و مشخص با توجه به هدفها و امکانات حرکت کنه. معلوم است که بر اساس قواعد و قوانین طبیعی، یعنی من و شما در وضع این قوانین و یا انجام این قوانین نمیتونیم اصول طبیعی رو نادیده بگیریم. یعنی روزی که شما به عنوان پدر و مادر خواستید فرزندتون رو به نوعی تربیت کنید یا حتی به او آزادی بدید، یه اصولی رو باید در خصوص طبیعت، در خصوص طبیعت انسان، در خصوص فرزندتون و در خصوص هدفها و انتظارات شما بدونید تا بتونید قاعده و قانون درست رو وضع کنید و از این طریق بهره‌ای رو که مایل هستید بگیرید.
بنابراین انسانی که باید به نوعی قواعد و قوانین رو انتخاب کنه باید آگاهی لازم رو که در آغاز عرض کردم در این باره داشته باشه. ولی پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا انسان کاملا آزاده؟ پاسخ این مسئله این هست که نه. انسان کاملا آزاد نیست به دلیل اینکه انسان فقط و فقط انسان نیست. انسان از یک طرف ماده است یا جماده و بنابراین تابع اون قواعد و قوانین طبیعیه. از یک طرف حالات گیاهی داره و بنابراین تابع اون قواعد و قوانین گیاه یا نباته. از جانب دیگه حالتهایی است که در حیوان هم با انسان مشترکه، بنابراین تابع همون قواعدی است که حیوان بهش مقیده و معلوم است که چیزی اضافه داره که بعداً بهش خواهم رسید و در اونجا میتونه مسئله آزادیش مطرح باشه یا نباشه، به هر صورتی که بنو شما مایلید. پس بنابراین انسان با وجودی که آزاد هست کاملا آزاد نیست. از جانب دیگه انسان به وسیله نیروهای درونی خودش محدود میشه. همونطور که عرض کردم من بسیاری از کارها رو نمیتونم بکنم برای اینکه ممکن نیست. از جانب دیگه وسیله قوانین طبیعت محدود میشه. اگر من شما هم اکنون قصد حرکت رو داشته باشیم امکان یه چنین حرکتی رو نخواهیم داشت. پس بنابراین من شما مقیدیم به اصولی که قوانین طبیعته. انسان به وسیله انسانهای دیگه محدود میشه. یعنی من و شما اگر بخوایم کاری بکنیم انسانهای دیگه مانع من و شما خواهند شد. پس بنابراین من و شما با وجود اینکه آزادیم این آزادی ما آزادی کاملی نیست. اما آیا واقعا آزادیم؟ پاسخش این است که بله. چرا من و شما آزادیم؟ برای اینکه اولا حس و احساس میکنیم که آزادیم. و اگر کسی باورش این هست که بعداً خواهم رسید هم در دیدگاه روانشناسی هم جامعه شناسی، چه رفتارگرایان در روانشناسی چه اونها که به عنوان سوشال لرنینگ تیوریست یا یادگیری اجتماعی باور دارن که معتقدن انسان موجودی است که گرچه حس و احساس میکنه آزاد آزاد نیست که راجبش بحث خواهم کرد، انسان حس و احساس میکنه که آزاده و این حس و احساس برای من کافی است. همونطور که اگر من غمگینم دلیلی نداره که شما بخواید به من نشون بدید که من غمگین نیستم و یا اگر من خشمگینم شما من بگید من خشمگین نیستم. من برای درک بلا واسطه و بلا فاصله احساس خودم احتیاج به هیچ نوع استدلالی ندارم، زیرا هر استدلالی از قبل مبتنی بر این فرض است که درک من با واقعیت میخونه و بنابراین گفتگویی در این باره احتمالاً نمیشه داشت. پس بنابراین نکته‌ای که دلم میخواد خدمتتون عرض کنم من و شما حس و احساس میکنیم که آزاد هستیم. نکته دوم این هست که من و شمایی که حس میکنیم و احساس میکنیم آزاد هستیم، وقتی که به امور اخلاقی میرسه متوجه هستیم که امور اخلاقی رو میتونیم به نوعی خودمون رو درش آزاد بدونیم. یعنی بعداً خواهیم دید که انسان وقتی که به موضوعهای اخلاقی میرسه، وقتی که به این میرسه که مهربان باشه یا نباشه، منصف باشه یا نباشه، عشق و محبت بورزه یا نورزه، خودش رو همیشه آزاد میدونه. من و شما این احساس آزادی رو داریم. چرا این احساس آزادی رو داریم؟ به خاطر اینکه پیش از اینکه تصمیم بگیریم و پیش از اینکه عمل کنیم خودمون رو آزاد میبینیم. یعنی من مردد هستم در تصمیم گیری. من نمیدونم این کارو بکنم یا نکنم، این تصمیم رو بگیرم یا نکنم، این رفتار رو انجام بدم یا ندم. بنابراین تردید پیش از عمل نشون دهنده اینه که من آزادم. از جانب دیگه بعد از اینکه کار رو انجام دادم احساس خوبی که بعد از عمل میکنم که کار خوبی کردم، یعنی رضایتی که بعد از عمل دارم که احساس خوب هست، و یا پشیمانی و پریشانی که بعد از عمل دارم. در هیپنوتیزم وقتی که شما یه فردی رو هیپنوتیزم میکنید و در شرایطی قرار میدید که به دلیل قابلیت تلقین پذیری یا سجستبیلیتی میتونید او رو وارد تصورات و توهمات و حالات مختلف و متفاوت کنید، در دو جا با شما مخالفت خواهد کرد. یکی اون زمانی که خطر مرگ داشته باشه، یعنی مسئله سروایوول باشه، از هیپنوتیزم بیرون میاد یا مقاومت میکنه. یکی اگر مخالف اصول اخلاقی باشه، یعنی هیچ کس رو نمیشه در هیپنوتیزم گذاشت و از او انتظار داشت که کاری مخالف اصول اخلاقی خودش بکنه. به بیان دیگه به نظر میرسه که انسان در این زمینه محکم و پابرجا خواهد ایستاد و مقاومت خواهد کرد. پس بنابراین من و شما وقتی که وارد حریم مسئله آزادی میشیم میتونیم متوجه بشیم که به نوعی و در جنبه‌های من و شما آزاد هستیم. اما پرسشی که در اینجا مطرح است در کجا گرفتار و محدودیم؟ به نظر میرسه که از نظر بسیاری از مردم سایر انسان‌ها من و شما رو محدود می‌کنند. یعنی بحث آزادی همیشه به این صورت مطرح شده که من و شما آزادیم تا اونجا که به آزادی دیگران لطمه‌ای وارد نشه. بگذاریم از اینکه شاید نگاهی سطحی و بسیار کم اهمیت به ماجراست، ولی به هر حال من و شما اونجایی مجبوریم که سایر انسان‌ها به نوعی
در زندگی من و شما مطرحن و یا به نوعی خودشون رو مطرح میکنه. دوم به نظر میرسه که ماجرای خداست. یعنی بسیاری از ما فرضمون بر این هست که آزادی من به وسیله خدا به نوعی برهم میریزه. کسانی که چنین بحثی رو میکنن اولا میدونید که در طول تاریخ تصور و تصویری که من و شما از خدا داشتیم این است که خدا یه موجودی شبیه انسان، یعنی خدا انسانی است با ویژگی‌های انسان، یعنی خدای انسانگونه. به همین جاست که صفاتی رو به خدا نسبت داریم که انسان‌ها داشتن. اگر یه جایی شجاعت مهم بوده، خدا شجاع هم بوده. اگر یه جایی مکر و حیله مطرح بوده، خدا مکار هم بوده. به بیان دیگه ما همه صفات خوب انسانی یا صفات مناسب و مطابق حالات و انتظاراتمون رو به عنوان خدا بیان کردیم، درباره‌اش صحبت کردیم. ولی اخیراً می‌دونید و از آغاز تاریخ هم گروه کمی بودن که موضوع رو یه جور دیگه کردن. به جای خدای انسانگونه، انسان خداگونه ساختن. یعنی این تصور و به نظر بنده توهم رو پیدا کردن که آهسته آهسته خودشون به نوعی خدا هستن و یا خدا بودن یا خدا خواهند بود، و در اینجاست که اصلا ماجرای خدا تبدیل به یه مسئله انسانی میشه. اما به هر حال این نظر محدود رو اگر کنار بگذاریم، بیشتر مردم دنیا که باوری به خدا دارن، اگر شما باور دارید، فرضشون بر این است که خدا به دلیل اون همه آگاهی و توانایی به نوعی من شما رو مجبور میکنه. این افراد اصولا اشاره به این دارن که به نوعی خدا تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. و حالا اینکه شما میتونید این باور رو داشته باشید که در حالی که خدا میتونید داشته باشید خالق جهان هست و جهان رو خلق کرده و قوانین رو به وجود آورده، میتونسته در انسان آزادی رو گذاشته باشه. بنابراین بودن آزادی در انسان با حضور و وجود خدا نفی و رد نمیشه. به بیان دیگه او که خلق کرده میتونسته انسان رو اینجوری خلق کنه. اما معمولا مردم به دو دلیل دیگه انسان رو مجبور میدونن و مایل هستن که آزادی انسان رو نپذیرن. یکی این که فرضشون بر اینه که خدا سرنوشت و تقدیر من و شما رو از آغاز نوشته. یعنی فرضشون این هست که خدا نشسته همه چیز رو نوشته. بنابراین اگر من و شما الان اینجا هستیم، به خاطر اون اگر این لباس رو پوشیدیم دونه به دونه، و البته نمیخوام این جسارت رو بکنم که باید یه نوعی عجیب و غریب از خودشیفتگی باشه که من تصور کنم که اگر غذام نسوخت به خاطر اینکه خدا آمده فتیلش رو پایین کشیده چون من آدم خوبی هستم، و یا اگر احتمالا رنگ سرم خوب در نیامد به خاطر دروغی است که دیروز گفتم و بنابراین خدا قصد داشته در این سمینار کار منو خراب کنه. یعنی درگیر فعالیت‌های از این قبیل بودن است که میدونید بسیاری از مردم یه جوری راجع به خدا حرف میزنن انگار همین پهلوی خودشونه، تو جیب خودشونه، و دارن باش رفت و آمدی میکنن و حرفایی باش میزنن که میدونید معمولا تو بیمارا، مخصوصا تو بیمارای اسکیزوفرنی، این به صورت شدید خودش نشون میده. بنده یه بیماری داشتم که به من میگفت که من یه جاروی در خانه مادرم هست که این در حقیقت آنتن منه که با خدا صحبت میکنم. بنابراین حرفای از این قبیل و گونه رو به صورتی داشت. یعنی دلم میخواد به این نکته توجه کنید که من و شما میتونیم گرفتار یه توهمی در یه چنین زمینه‌هایی باشیم و یه تصورات عجیب و غریبی رو توی چنین مایه پیدا کنیم. به هر حال فرض این افراد این است که خدا همه چیز رو نوشته. اگر پای من شکسته، اگر بچه من مریض شده، از اونجاست. و البته میدونید در این زمینه برخی از اوقات که امیدوارم بعداً بهش برسم، به دلیل نبودن عقل من تضاد و تعارض رو میپذیرم. یعنی با وجودی که سلامتی رو به خدا نسبت میدم، بیماری رو حاضر نیستم به اون نسبت بدم. و حال اینکه پارسال 80 میلیون نفر مریض شدند و شفا نیافتند و مردند. بنابراین همیشه میزان کسانی که شفا پیدا نمی کنند و مریض میشن بیشتر از کسانی است که مریض میشن و شفا پیدا می کنند. ولی این یه بحث دیگری است. افرادی هستند که معتقد نیستند خدا همه چیز رو نوشته، بنابراین من مجبورم. معتقدم برخی از چیزها رو نوشته. تولد رو نوشته. اینه که میگن خدا به ما یه پسر داد، مثل که هیچ کاری خودشون نکردن، که البته هم شاید نکرده باشه. دوم گروهی هستند که معتقدند ازدواج قسمته و بنابراین ما اصلا تقصیری نداشتیم که اینجوری در آمد و بنابراین قسمت ما بود که اصلا چنین چیزی به هر حالت من نیست. و یه دسته سر مرگ این بازی رو دارن که انسان تا مرگش هست. میدونید البته جملاتی که این دوستان میگن به دلیل اینکه قابل اثبات رد نیست، هیچ وقت نمیشه ثابتش کرد که غلطه. ولی به هر حال باورشون بر اینه که درست است که همه چیز رو اون نوشته، اما تولد رو نوشته، ازدواج رو نوشته، مرگ رو نوشته. شما میدونید که اگر حتی یک حادثه اجبار باشه، حادثه قبلش اجباری است بر اساس قوانین و حادثه قبلش و قبلش. بنابراین یک حادثه مجبور به همه حوادث مجبور دیگه منتهی خواهد شد.
نتیجتاً نمیتونه فقط تولد دست او باشه بقیهش دست ما، بر اینکه اون علل و عوامل باید به گونه‌ای فراهم بشه و اون علل و عوامل که دستکاری شد علل و عوامل قبلیشه و در نتیجه همون ماجرای قبلی به وجود خواهد آمد. نتیجتاً اونها که باور دارند به مسئله خدا و میخوان خدا رو در مسئله آزادی دخالت بدن، صحبت از سرنوشت رو تقدیر میکنن که او مقدر کرده و نوشته، و البته اگر یه ذره با دقت نگاه کنید به نظر نمیرسه که چنین باشه. چرا باید حتی در دنیای امروز در یک کشوری از هر 1000 تا بچه 2 تاش بمیرن و در کشور دیگه 200 تاش یا 300 تاش یا احتمالاً 50 سال قبل 900 تاش؟ علتش مسئله بهداشت و تغذیه است، ولی دخالت در این گونه موارد احتمالاً با مسئله روبرو خواهد بود که امیدوارم اگر فرصتی شد راجبش صحبتی داشته باشیم. نکته دوم، کسانی هستن که میگن نه، خدا سرنوشت و قضا و قدر من و شما رو نمی‌نویسه، اما او چون میدونه من فردا چه میکنم من چاره جز اون کار ندارم. فرض بفرمایید، حرفشون است که خدا که میدونه بنده فردا صبح به جای 1 چای 2 چای میخورم، پس بنابراین من هر کاری بکنم هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکه 2 تا چای بخورم، هیچ کار دست من نیست، چون او میدونه من باید و مجبورم. در اینجا یه سوء تفاهمی است که احتمالاً شاید تا زمان ملا صدرا هم وجود داشت در خصوص این گفت و شنودها، که علم خدا که به عنوان جبر عینی یا علمی میشناسن موجب رفتار من و شماست. با حال اینکه شما میدونید و بنده همیشه این مثال رو ازش استفاده میکنم برای اینکه اتفاق افتاده، برخی از اوقات بنده با بچه‌هام در گذشته خیلی بسیار میرفتیم مسابقه بسکتبال، یعنی لیکرز، و اونجایی که میرفتیم فرض بفرمایید بنده میدیدیم یا میدیدیم با هم که در 5 ثانیه مونده به آخر بازی احتمالاً 2 تیمی که مساوی بودند، تیم لیکرز توپ رو در اختیار داشت، نفر اول به نفر دوم میداد، دوم با سرعت به سومی میداد و اون شوت میکرد و گل میشد. بنابراین ما در محل بازی دیده بودیم که احتمالاً در 5 ثانیه آخر چه اتفاقی میفته و چگونه تیم لیکرز برنده میشه. اما شب که به خانه میآمدیم و میخواستن این مسابقه رو گزارش بدن، ما از قبل میدونستیم که چه خواهد شد، و بنابراین وقتی اون قسمت هایلایت و اصل کاری رو نشون میدادن ما دقیقاً میدونستیم که کی توپ رو میفرسته، نفر اول کیه، دوم کی و سومی که شوت میکنه، حتی شوت چگونه وارد گل میشه. ولی آیا شما تصور میکنید این علم ما و آگاهی ما علت اون برنده شدن تیم لیکرز بود؟ به هیچ وجه. یعنی مطالعات فلسفی بعدی نشون داد که علم خدا سبب و علت و موجب نیست، خود اون پدیده هست، و چون خود پدیده است اون پدیده آزادانه این انتخاب کرده. یعنی بازیکن شماره 1 و 2 و 3 آزادانه اینو انتخاب کردن و بنابراین از قبل یا بعد میتونست دانسته بشه که چه خواهد شد، اما اونها علت و موجبش نبوده. بنابراین مسئله‌ای که اینجا اهمیت داره این است که کسانی که بحث خدا رو در ارتباط با آزادی میکنن معمولا اگر به عمقی و یه دقتی توجه بفرماین شاید به این نتیجه برسن که مسئله دخالت خدا میتونه این گونه باشه که جهان خدا رو، جهان رو خلق کرده، قواعد و قوانین رو گذاشته و به انسان هم آزادی رو داده، پس بنابراین درست است که هیچ چیزی بدون اجازه او یا بدون علم و آگاهی او حرکت نمی کنه، اما این علم و آگاهی یا اذن و اجازه معناش علت و سبب نیست، بلکه این انسان‌ها یا موجودات هستند که انتخاب می‌کنند و اختیار می‌کنند و خدا همون انتخاب و اختیاری رو که اونها کردن ازش باخبره، اما علت و موجبش نیست. تنها مسئله‌ای که بیشتر دچار گرفتاری من و شما خواهد کرد این است که انسان به این دلیل مجبوره که در جهان اصل علیت حاکمه، و این مطلبی است که هم امروز هم روز یکشنبه بنده با اجازهتون یه اشاره خواهم کرد. اساس تئوری یا اصل علیت یا کازالیتی این هست که در جهان هر معلولی علتی داره، یعنی هر حادثه‌ای در جهان به دلیلی به وجود میاد، و بنابراین اگر امروز چراغی روشنه یا خاموشه یا سوخته، اگر صندلی الان در کنار شماست خالی یا پره، شکل صندلی، حال صندلی چیزی نیست که او انتخاب کرده باشه، او فقط به همین شکل و به همین حال باید میبوده. یعنی هر شیئی در هر لحظه یک حالتی رو داره که هیچ حالت دیگه‌ای رو نمیتونست داشته باشه. علتش این است که آنچه که همکنون وجود داره تحت تأثیر همه گذشته‌هایی است که اتفاق افتاده، و اون علل و عوامل موجب این معلول و حالتی که همکنون من و شما باهاش روبرو هستیم هستند. اساس این مسئله ظاهراً علمی تا اونجا پیش رفته
که در علوم اجتماعی و انسانی یا صحبت در این است که اصولا علوم اجتماعی و انسانی علم نیستند، که امیدوارم در این باره هم یه اشاره بنده بتونم بکنم، علتش هم این هست که اگر انسان آزاد باشه پس اصل علیت چه میره؟ دوم این که شرط این که علوم اجتماعی و انسانی بتونن به جایی برسن این است که اصل علیت رو بپذیرن، یعنی همون جهشی، همون بریک ترو و جنبش فوق‌العاده‌ای که بعد از پذیرفتن اصل علیت و یا کاربرد اصل علیت در زندگی و به عنوان علم طی چند قرن گذشته اتفاق افتاد و علوم فیزیک و شیمی و یا بیولوژی و علوم دیگر رو با یه پرش و پرتابی روبرو کرد، بسیاری از متخصصین معتقدند که علوم اجتماعی و انسانی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و رشته‌های وابسته مردم شناسی، انسان شناسی و غیره اگر بتونن به یه چنین قواعدی دسترسی پیدا کنن اون جهش و رشد خودشون دارن و بی خود نیست که در اوائل قرن بیستم اصولا جنبش های روانشناسی و جامعه شناسی بیش از همه و البته اقتصاد به نوع دیگری که از قرن 19 هم شروع شده بود وارد این بحث علیت شدن. اما در اینجا یه سوء تفاهمی است که بنده ازتون یه 5 دقیقه 10 دقیقه وقت میخوام که توجه آخر رو بفرمایید، اینو که عرض کنم که مقدمه برای بحث‌های بعدی باشه و این یه سوء تفاهمی است درباره علیت. تمنا میکنم به این نکته دقت کنید. آنچه که اسمش کازالیتی یا علیت هست و علیتی که با قطعیت همراهه و به عنوان علم شناخته میشه به نظر میرسه که یک توهم قدیمی است. این که عرض کنم توهم برای که دربارش سوء تفاهمی شده که در زمان ارسطو و افلاطون به هم ریخته، اما دو مرتبه گالیله که با دگرگونی های ذهنی و فکری خودش و بقیه همرزمانش جهان رو حرکت دیگری دادند این ماجرا رو به صورتی بیان کردند و برای مدت‌ها حداقل تا چند قرنی به عنوان اساس تفکر درست علمی و فلسفی پذیرفته شد و اون این بود: شما وقتی که به موجودات نگاه می‌کنید یک موجود کارش یا عملش یا رفتارش سبب تغییر و دگرگونی در موجود دیگه میشه. فرض بفرمایید شما یه چیزی رو حرارت میدید، اگر آب باشه به جوش میاد یا بخار میشه، اگر آهن باشه منبسط میشه، اگر چوب باشه ممکنه بسوزه، اگر انسانی باشه ممکنه گرمش بشه و اگر اضافه کنید و ادامه بدید ممکنه حتی به دلیل افزایش حرارت بمیره. در تمام اینها واکنش همه اینها به ماجرای حرارت مشخصات یک شی بود. یعنی اگر بنده کبریتی بزنم بر روی آب خاموش میشه، کبریت رو به بنزین بزنم روشن میشه، کبریت رو به یه ماده منفجره بزنم انفجار دست میده، کبریت رو به کاغذی بزنم کاغذ رو آتش میزنه، ولی معنای این حرف نیست که چیزی به اسم حرارت وجود داره. تمنا میکنم بهش توجه کنید. معناش این است که عناصر یه ویژگی هایی دارن که در ارتباط با هم چنین میکنن. مثال دیگه عرض میکنم: اگر موتورسیکلتی به من بزنه منو پرتاب میکنه، اگر این موتورسیکلت به اتومبیل بزنه موتورسیکلت پرتاب میشه، اگر اتومبیل به قطاری بزنه اتومبیل پرتاب میشه، اگر قطار به کوهی بزنه قطار پرتاب میشه، اگر بمبی به کوهی بخوره کوه رو منفجر میکنه و بمب رو هم انسان میسازه. به بیان دیگه به نظر میرسه که آنچه که فرض کنید قوانین حرکت یا حرارت هست به هیچ وجه چنین چیزی وجود نداره. مسئله علیت یه تجرید ذهنی است و در حقیقت همون اصل این همانی یا هویت یا what is هست. اصل این همانی است. اصل این همانی چی میگه؟ اصل این همانی میگه همه اشیا ویژگی ها و مشخصاتی دارن و هر کدام بر اساس ویژگی و مشخصه یا خواص درونی خودشون به نوعی حرکت میکنه. در تمام جهان هر عنصری ثابت و واحده، حتی اشیاء ماننده هم یعنی یک قطره اسید سولفوریک با قطره دیگه متفاوته، همان گونه که یک چشم با یک چشم دیگه، یک پرنده با یک پرنده دیگه. معنای این حرف این است که من و شما در جهان آنچه رو که در جهان حرکت هست حرکت یک موجود هست در ارتباط با موجود دیگه، حرارت هست حال یک موجود هست در ارتباط با حال موجود دیگه. چیزی به اسم حرکت و حرارت وجود نداره، نه اینکه غلطه،
این یه تجرید ذهنی است. درست مثل که شما بگید چیزی به اسم جامعه وجود داره، به من جامعه رو نشون بدید. شما میگید جنگل وجود داره، جنگل وجود نداره، جامعه وجود نداره. این یه تجرید ذهنی است. حتی پنج وجود نداره در جهان. پنج تا صندلی و پنج تا میز هست، اما پنج نیست. عجیب تر از اون، منهای پنج وجود نداره. یعنی پنج تا چیزی که نیست نمیتونه وجود داشته باشه. این رو به این دلیل عرض میکنم که تغییر و تحولی که طی 400-500 سال گذشته صورت گرفته ما رو به اینجا رسونده که چیزی به اسم حرکت وجود داره و چیزی به اسم حرارت وجود داره. و بنابراین اصل علیت معناش این هست که بدونی که به شیء توجهی داشته باشه، به عناصر توجهی داشته باشه، معتقد چیزی به اسم حرکته. شما هیچ حرکتی در جهان ندارید. حرکت فقط حرکت یه شیئه. هیچ حرارتی نیست. حرارت یه تغییرات مولکولی در سرعت در عناصر. به بیان دیگه، مفهوم حرکت و حرارت یه تجرید ذهنی هست، یه بحث جدی هست. به دلیل آگاهی و آشنایی باهاش میشه با سرعت درک و کشف فوق‌العاده پیدا کرد، اما واقعیت نداره. یعنی چیزی به اسم حرارت خارج از اشیا وجود نداره، چیزی به اسم حرکت خارج از اشیا وجود نداره. هیچ چیز به اسم حرکت نیست، هیچ چیز به اسم حرارت نیست. این رو به این دلیل عرض میکنم که هیوم به این نکته بسیار مهم که متاسفانه بهش اعتنایی نمیشه استدلال میکنه که اگر ما نتونیم علیت یا کازالیتی رو با مسئله و موضوع اصل این همانی در ارتباط بگذاریم، مطلقاً اصل علیت قابل اثبات نیست، حتی به عنوان اصل قابل فهم و قبول هم نیست، چیزی را با خودش در تضاده. بنابراین مسئله‌ای که دلم میخواد بهش توجه بفرمایید این هست که روزی که من و شما فکر میکنیم که انسان به دلیل اصل علیت همینه که هست، چون میدونید در بحث‌های سبک و به نظر من سطحی روانشناسی جامعه شناسی غالب اوقات بحث این است که انسان کیه؟ یه ترکیبی است از محیط یا تربیت و وراثت. از یه طرف به نظر من یه عنصر فلسفی و واقعی رو نادیده گرفتن که فطرت انسانی است، اون ذات، اون جوهر، اون اسنس، اون اگزیستنس. از جانب دیگه نقش ذهن و ضمیر انسانی رو نادیده گرفتن که در اون فعالیت میکنه. علتش هم این است که اگر اصل علیت در انسان وجود داشت، انسان‌ها همیشه یه جور حرکت میکردن و احتمال دیگه نبود. اگر یه پدر و مادری هزار دفعه بچه‌شون میگفتن درس بخون، این حتما باید به سمت مسیر درس خوندن میرفت، با حال اینکه ابداً چنین اتفاقی ممکنه نیفته و در بسیاری از موارد به میزانی که اونا بیشتر میگن مقاومت و مخالفت فرزندشون بیشتر میکنن. آیا وقت اون نرسیده که ما به یه قاعده دیگه توجه کنیم و اون قاعده این هست که انسان دارای ضمیر یا ذهنی است که این ضمیر و ذهن آزاده، مقید به قیودی هست. این آزادی معناش این هست که منی که پشت فرمون نشستم با حرکت اتومبیل فرمانم میتونم اتومبیل رو به سمت چپ و راست ببرم. من قوانین یا قواعد یا واقعیات جهان فیزیکی و مکانیکی رو عوض نمی کنم، اما میتونم سرعت اتومبیلم رو کم و زیاد یا اون رو به سمت چپ و راست ببرم. به بیان دیگه وقت اون رسیده که طی 10-20 سال گذشته به نظر من در دنیای علم این سخن جدی مطرح شده، زیرا هم در بیولوژی هم در علوم دیگه با این مسئله روبرو شدن که اصل علیت تضاد و تناقض‌های درونی خودش رو اصلا نمیتونه حل کنه. و به بیان دیگه بگذارید حرف این گونه خدمتتون عرض کنم، انسان یه موجودی است که برخلاف همه موجودات دیگه در زمینه‌ها آزاد. علتش هم این هست که همون گونه که همه اشیاء به خاطر محتوا یا واقعیت طبیعی و درونی خودشون خصائص و ویژگی‌های دارن، انسان هم خاصیت و خصیصه آزادی رو داره. به بیان دیگه من و شما به عنوان انسان با وجود اینکه پا بر روی زمین داریم، سر میتونیم به آسمان‌ها و یا نگاه به آسمان‌ها داشته باشیم یا حرکت سرمون رو به سمت چپ و راست داشته باشیم. واقعیات رو باید رعایت کنیم، اما بر اساس این واقعیات امکان حرکتی رو من و شما خواهیم داشت. و به همین جهت است که علاوه بر جنبه تعادل که در همون مفهوم علیت با مسئله تکامل که بر هم زدن حتی تعادل هست روبرو هستیم. کوتاه سخن، به نظر میرسه که اصل علیت که نوعی تجرید ذهنی است که از اصل این همانی که هر عنصر و شیء ویژگی‌های خودشو داره استنباط شده و گرفته شده، میتونه این نتیجه گیری رو داشته باشه که انسان یه موجودی است که آزاده. و بعداً خواهیم دید چرا آزاده؟ برای که در انسان چیزی هست که در هیچ جای دیگه طبیعت نیست و اون عقله، rational mind یا thinking. یعنی انسان صاحب ضمیر و ذهنی است
و یا مخصوصا عقلی است که این ضمیر و ذهن و یا عقل بر اساس اصل علیت حرکت نمی کنه، بلکه بر اساس اصل دلیل اویدنس حرکت می کنه. یعنی من این که 40 سال تحت تأثیر نحوه تفکر مشخص و معینی به اینجا رسیدم، در 4 ثانیه با یه استدلال عقلی میتونم تمام 40 سال باور و عقیده گذشته خودم رو کنار بگذارم. اما دو نکته در اینجا مطرحه. یکی این که این عقل اولا باید به وجود بیاد و رشد کنه. بعدن خواهیم دید که تفکر و تعقل یه عمل فیزیکی و مکانیکی نیست که انجام بشه، مثل کاری که معده و روده میکنه. و دوم، بر فرض داشتن ضمیر و ذهنی که باید آزاد باشه و یا عقل، هر لحظه من و شما باید اون رو به کار بگیریم. یعنی بعدن خواهیم دید که فهم و درک من و شما به دو صورت ممکنه. یعنی شما که لطف کردید اینجا نشستید، به دو گونه میتونید با من ارتباط برقرار کنید. یکی با تفکر و تعقل عرایض من رو قبول کنید یا رد کنید، یکی بدون تفکر و تعقل عرایض من رو قبول یا رد کنید. به بیان دیگه، شناخت یا درک یا آگاهی بدون تفکر یا با تفکر هر دو ممکن است. مسئله‌ای که وجود داره این است که آیا انسان در خودش عقلش رو رشد میده و بعدن این عقل رو به کار میاندازه یا نه. نتیجتاً انسان میتونه شرایط و زمینه‌ای رو به جهت آزادی خودش فراهم کنه. به بیان دیگه، انسان به دلیل مشخصه انسانی خودش یه چنین توانایی داره. اما این عقل از کجا میاد؟ دو تا راه به نظر میرسه، یا 3 تا هست. یک، بر اساس همین بحثی کردیم، یه استثناست. مشخصه انسان عقله، چیزی که در هیچ جای دیگه طبیعت نیست. دو، نتیجه تاریخ تکامل تدریجی انسانه. یعنی میدونیم هم که این تاریخ تکامل تدریجی اینو میگه که من و شما موجوداتی بودیم که علفخوار بودیم، همونطور که همه بدن ما این رو نشون میده. در یه لحظاتی برخی از ماها تونستیم به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم گوشتخوار شدیم کمی، و چون گوشت خوردیم وقت اضافه آوردیم، چون زمانی که علفخوار بودیم تمام 10-12 ساعت یا 18 ساعت بیداری علف میخوردیم و بنابراین فرصت هیچ کار دیگه نبود، درست مانند گوسفندان. اما وقتی که تونستیم گوشت بخوریم که زمینه ای فراهم کرد که بتونیم بشینیم که بدن من و شما امروز اون رو نشون میده که یه چنین تغییری پیدا شده، اتفاقی افتاد، من و شما فرصت پیدا کردیم و وقت، و اون زمان بود که به نوعی به جهان به نوع دیگری نگاه کردیم و فرصتی بود برای اندیشیدن، یا به هر حال به نوع دیگری که آزاد شده بودیم با طبیعت برخورد کردن و آهسته آهسته لایه‌های برتر و بالاتر مغز، اگر بشه گفت، به وجود آمد. و این لایه‌های برتر و بالاتر است که با یه تغییر حرکت کمی و کیفی بر اساس نظریه هگل به من و شما کمک کرد که از یه مرحله وارد مرحله دیگه بشیم، چون اون چیزی که به اسم عقل هست در هیچ جای طبیعت دیگه وجود نداره. امیدوارم بشه این بحث رو روز چهارشنبه بهش بنده اشاره‌ای بکنم. عامل سوم میتونه اون بحثی باشه که بسیاری از شما یا برخی از شما ممکنه اون رو باور داشته باشید، و اون مسئله روح هست. یعنی فرض شما این باشه که روح انسانی که پدیده ایست غیر مادی، اگر اون رو غیر مادی میدونید، اگر باور دارید، سبب میشه که در انسان حالتی که اسمش عقل هست به عنوان شعاع و اشعه اون روح وجود داشته باشه. یعنی آنچه که اسمش به عنوان عقل شناخته میشه نتیجه اون روح انسانی است که بر اساس باورهای مذهبی انسانی که از آب و گل و خاک و طبیعت درست شده در خودش چیزی مختلف و متفاوت و اضافه داره. بنابراین مطلبی که مایلم خدمتتون عرض کنم این هست که بر اساس دگرگونی که در نگرش من و شما به اصل علیت شده و اصل این همانی جای اون رو به صورت واقعی و درست خودش در این گونه مباحث گرفته، به نظر میرسه که انسان میتونه آزاد باشه و مانند بقیه موجودات مجبور و محکوم نیست. نکته دوم این است که به نظر میرسه که این آزادی برای انسان ممکن، اگر بخواد از آزادیش استفاده کنه، یعنی بخواد خودش رو آزاد رها کنه و از آزادیش استفاده کنه، و این آزادی رو به بهترین صورت ممکن وقتی میتونه انجام بده که از عقل، که پدیده ایست نه مبتنی بر علیت بلکه مبتنی بر اصل دلیل و به نوعی اویدنس، حرکت کنه. این تغییر و دگرگونی مسئله انسان رو دوباره با همون بحث روبرو میکنه که اگر من و شما بتونیم که میتونیم از آنچه که به عنوان ضمیر و ذهن یا مایند هست و فعالیت اصلی و اساسیش تفکر و تعقل و اندیشه است بهره بگیریم، این امکان رو داریم که با انتخاب قانون درست، با انتخاب قید و بند درست، با انتخاب زندان درست خودمون آزاد کنیم. و به همین جهت است که در جهت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی
یا در جهت جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی از جمله موارد رشد و تربیتی، مسئله آزادی در دنیای امروز یه معنای دیگه میتونه پیدا کنه. به هر حال بنده کوشش کردم که یک نگاهی خیلی سطحی و گذرا در فرصتی که در خدمتتون داشتم داده باشم، فقط به این امید که شاید سوالی رو برانگیخته باشم، شاید و شاید احتمالاً تفکر و تعقلی رو موجب شده باشم. مطمئن هستم که استادان خوب و عزیز و ارجمند بنده که از فردا صحبتشون را آغاز خواهند کرد و برنامه در خدمتتون هست، این مهم رو به بهترین صورت ممکن انجام خواهند داد. بنده ازتون فقط اجازه میخوام که یک شعر کوچک رو که دارم با خودم از آقای فریدون مشیری رو براتون بخونم در خصوص آزادی، چون امیدوارم که توجه رو بفرمایید. عنوان شعر هست آزادگی. پشه‌ای در استکان آمد فرود تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. کودکی از شیطنت بازی کنان بست با دستش دهان استکان. پشه دیگر طعمش را لب نزد، جست تا از دام کودک وارهد. خشک لب میگشت حیوان راه جوی، زیر و بالا بسته هر سو راه او. روزنی میجست در دیوار و در تا به آزادی رسد بار دیگر. هرچه بر جهد و تکاپو میفزود، راه بیرون رفتن از چاهش نبود. آنقدر کوبید بر دیوار سر تا فرو افتاد خونین بال و پر. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ، لیک آزادی گرامی تر عزیز. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ، لیک آزادی گرامی تر عزیز. شب بخیر. Thank you.